حالا این که عرض کردم اینجا ما در دفتر ششمیم، اینجا که مولانا اشاره می کند که گر همی خواهی زکس چیزی نخواه، این زکس چیزی نخواه می تواند حتی برود بالا بالا تا حتی از خدا هم نخواه. حالا که بحث دعا پیش آمد، بد نیست من این رو اشاره کنم. دعا کردن در اصل خواندن خداوند است و نیایش و ستایش عاشقانه اوست. اصلا دعا به معنای این که ما از خدا یه چیز رو بخوایم، بگیم که قرض منو ادا کن، نمیدونم زندگی من رو سامان ببخش، دشمنان منو از میان بردار و چه و چه دعاهایی که همه همواره میکنیم و یک از هزارش هم مستجاب نمیشه، اینا دعا به معنای واقعی کلمه نیست. در اینجاها ما خودمون رو مقدم میداریم، اصلا خدا رو برای خودمون میخوایم. اشکال هم نداره، خداوند اجازه داده، ولی ما باید یادمون باشه که اصل و غرض اصلی از دعا این نبود که ما دائما خدا رو بخوانیم که کارهای ما رو راه بندازه. خدا هم تضمین نداده که همه دعاها رو مستجاب کنه، هیچ جا هم چیزی نگفته. اصلا اگر بخواد همه دعاها رو مستجاب کنه، نظم این عالم به هم میخوره. بنده میگم بارون بیاد، اون میگه آفتاب بیاد، اون میگه خدایا این دشمن من از من بردار، اون یکی میگه خود اونو از من بردار. اصلا و خدا اگر بخواد به همه حرف رو گوش بکنه که جهانی باقی نمیمونه. یه مدیر مدرسه هم نمیتونه به حرف همه شاگردای مدرسه گوش بده و هر کسی میخواد در اختیارش قرار بده. بله، یه چیزی به نام دعا میان ما باید جاری باشه که اون عبارت است از یه کمندی که خدا به گردن آدمیان میافکند که اونها رو به سوی خودش بکشه. ولی در اصل دعا یک جور نیایش عاشقانه است میان عاشق و معشوق که از سخن گفتن با یکدیگر لذت میبرند، از نشستن در حضور یکدیگر لذت میبرند و لذا این دعا پایان هم ندارد. یعنی هیچ وقت نمیشه گفت که ما دعا کردیم، حاجتمون هم گرفتیم، دیگه خداحافظ، بریم با خدا چه کار داریم. نه، اینطوری نیست. او یک معشوق و عمری آدمی است و آدمی هم دائما با او مراوده و دیالوگ عاشقانه داره. باری ور به امر حق بخواهی آن رواست، آن چنان خواهش طریق انبیاست. اما مولانا اشاره میکنه، میگه خب گاهی ما یک کارهایی داریم که شکل خواهش داره، اینا مستثنا هستن چون به امر خداست. مثلا پیامبران در واقع معناش این بود، خواهش میکردند از مردم که کار نیک بکنن، امر که نمی کردن، اجبار و تحمیل که نمی کردن. یه جور خواهش بود، یه جور درخواست بود، یه جور راهنمایی بود. حالا اسمش رو مولوی خواهش گذاشته. این جور، اگه نامش خواهش بذاریم، این جور کارا اشکالی نداره چون به امر حقم هست. بد نماند چون اشارت کرد دوست، کفر ایمان شد چو کفر از بحر اوست. چیزی که ظاهرش بده اگر مورد امر الهی قرار بگیره، دیگه بد نخواهد بود، آنگاه نیک خواهد شد. در اینجا البته مولانا اون اندیشه اشعریت خودش هم تا حدودی در میان می آورد. می دانید که نزد اشاعره بد و نیک وجود ندارد، آنچه که اصالت دارد امر و نهی خداوند است. اگر خداوند به کاری امر کرد، اون کار نیک می شود، اگر نهی کرد اون کار بد می شود. نه اینکه پیش از امر و نهی خداوند نیک و بدی در حقیقت وجود داشته باشد. خب این اعتقاد این بزرگان نبود، گرچه که من بارها گفتم مولانا یک نهنگ درشت و فربهی بود که در برکه این مذاهب خرد جا نمی گرفت، فراتر از اونها بود. نه سنی بود، نه شیعه بود، نه اشعری بود، نه اعتزالی بود. خودش یک مذهب بود، خودش یک مکتب بود، خودش راه بود، نه اینکه پا در راه دیگران نهاده باشه. موسیقی